عرض کنم آقای ساقی، من دو تا مورد رو خواستم عرض کنم. یکیش بعد از اینکه پنالتی رو گرفت ما آرامش رو داشتیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بعد از اینکه میخواستن پنالتی رو بذارن، ناظر بازی از بالا اومد پایین، نمایم کساسون هم که بغل ما بود خودشون هم شاهد بودن، گفتن آقای خطیبی من اومدم پایین که خداوت صحبت بکنم که پنالتی نبوده، شما آرامشتون حفظ کنیم. ما هم رفتیم طرف نیمکت خودمون، گفتیم دیگه خودشون حتما میخوان صحبت بکنن بگن که پنالتی نبوده. تا هنوز شروع پنالتی هم سوتو نزده بود، فکر میکردیم که حالا مثلا بازی بر میگرد، میتونه بگیر مثلا پنالتی نبود. بعد اینکه با داور نمیدونم صحبت کرد صحبت نکرد، اومد به ما گفتش که آه سوتو نمیتونه برگردیم. گفتم پس حرفی که میزنید و حرفتون وایسید، شما خودتون میگید که آفتن نبود، بذارید من با داور صحبت بکنم که پنالت نبود برگردیم. بعد چی میشه این اتفاق میاد؟ من فقط از اونجا ناراحتیم از اونجا شروع شد که ناظر اومده به داور به ما میگه که آه پنالت نبوده. بعد این اتفاقات چجوری، این جریانات چیه؟ خود بازیکنهای پرسپولیس میگفتن که آه پنالت نبوده. بعد دقیقه 60 خورده ای یکی از بازیکناشون که کارت زرد داشت خطای شدید کرده، کارت زرد دومو نمیده، یه پنالتی کنانی زادگان خورده، حالا میگم پنالت بوده. حالا داوریاشو با هم دیگه رسول مرور میکنیم، ولی شما میگید که آقای حیدر شکور ناظر اومد گفتش که از تصاویر تلویزیونی دیده که پنالتی نیست، به داور بگه. شما میتونید از نماینده فدراسیون هم بپرسید. آقای شمس که ما بود، آقای شمس بودن، بله اسمشون فکر میکنم آقای شمس بودن، بغل ما بودن، ایشون هم نزدیک ما بودن و خودشون هم شاهد بودن. این اتفاقا باعث شد اینجوری تفنن بشه. حالا آقای خطیب من میگم اگرم ببینید ما هم زحمت میکشیم، ما هم تمرین میکنیم، ما هم بالاخره هزینه میکنیم. من ناراحت اینم که حق 6 هفته از 5 هفته از دیگه برتر گذشته، بعد یه دونم جام هست، تنها تیمی که توی بحث حالا غیر فوتبالی بوده ما ضرر کردیم. هر بازی 4 تا الان پنالتیمون رو نگرفتن یا برامون به ضررمون پنالتی گرفتن. با ما هم زحمت میکشیم. مربیایی که ایرانی دارن سالم کار میکنن، متاسفانه نمیذارن کارشون رو به درستی انجام بدن، اینجوری ضربه میزنن. آقای خطیبی ببینید، حالا من کاری ندارم پنالتی بود یا نه رو الان بررسی میکنیم، مثلا فرض که اصلا پنالتی نبوده، ولی این رونده فکر نمیکنم روند درستی باشه که ناظر مثلا از بالا بیاد پایین. الان نوع مجانی ویدیو چک میشه دیگه، بگه آقا من دیدم از تصاویر تلویزیونی پنالتی نیست، بیام به داور بگم. خب ما بعد از اینکه پنالتی گرفت آرامش رو داشتیم، بعد از اینکه اتفاق افتاد حرف و عوض شد ما رو نورن. یعنی چون اینو به شما گفتن، شما اصلا شاید میخواستن شما رو آروم کنن، گفتن آقای خطیبی شما اگه میشه بشینین من میرم خودم باشون صحبت، برای اینکه شما رو آروم کنن احتمالا. که ما آخر هر راحت بودن نماینده فدراسیون بغل ما بود، همه شنیدن این حرفو. حالا آقا رسول اصلا کاری به این داوری ندارم، اصلا اشتباه بود، الان بررسی میکنیم ببینیم کارشناسان چی گفتن، ولی شما اون آنالیزورتون آقای بشتایم فکر میکنم حرکاتی که کنار زمین انجام میده، شما الان خودتون رو دیدید خودش نظرتون درسته این کارا؟ تماشاگرا رو تحریک نمیکنه، تحریک نمیکنه؟ من بعد از اینکه پنالتی شد اصلا هیچ حرفی نزدم، فقط بعد از این بحثایی که شد گفتم که شما خودتون این تصمیم ها میگیرید، بعد خودتون حرف میزنید و حرفتون وای نمیسید، اینا ناراحت کننده. میشه این اتفاقات بیاد بگه که ها پنالتی بوده، من صحبت میکنم که برگردیم، بعد میاد میگه که ها تو نمیتونه برگردیم. این اتفاقات اصلا حرفه‌ای نیست. آخه اونم حرفه‌ای نیست که ناظر بیاد بگه. من ندیدم آقا رسول یکی بیاد ناظر داوری مثلا بیاد به داور بگه به پنالتی نبوده، من دیدم تو پنالتی برگرد. میشه ویدیو چه که انسانی این اتفاقات ما فوتبالی ها رو اذیت میکنه، درسته؟ ولی آقا شالله دای خطیبی تصویر خودتون هم دیدید، تیمتون هم که تمام زحمت چه کشید، ولی نماینده فدراسیون هم اونجا بوده، اگر یک کلمه بی احترامی بی ادبی اگه کرده آقا شما داشتید میرفتید بکنم. من اعتراضم این بود که خیلی شدیدتر از این 3-4 نفر گرفته بودن، من گفتم الان میره دعوا. من اعتراضم این بود که چرا این حرفو رد و بدل شد و تصمیم نگرفت. ولی یا من میخوام صحبت بکنم برگردونه، یکی میگه نمیشه. این حرفا یعنی چی؟ اینا مگه با هم دیگه هم نیستن؟ مگه ناظر بازی میتونه بیاد پایین از بالا؟ من اصلا این قوانین رو نمیدونم.
بسیار عالی. ممنونم آقای خطیبی. حالا امیدوارم که کنار زمین من یه خواهشی دارم. من لحظه فوتبال 4 از تیم ملی کاپتان بودم. توی اروپا بازی کردم. تیم ملی قهرمان آسیا شدم. من یه خواهشی دارم. هیچ آرزویی هم تو فوتبال ندارم. ما این تنش‌هایی که توی فوتبالمون داره ایجاد میشه، بعد اول فصل میگن که میخوان امنیت استادیوم رو درست بکنیم، این حواس رو باید بیان راحت برن. من میگم که اگر اولین فرصت، اگر قبل از این سکماره صندلی ها و نمیدن اینا ویدیو چک رو ما بیاریم توی فوتبالمون، این تشنج ها به وجود نمیان. هواداری که میاد میشه نوزه میگه میره نگاه میکنه 4 نفر میگن و هیچ موقع هوادار دیگه اعتراض نمیکنه به داور. درسته. من خواهش اینه که فوتبال رو تعطیل بکنید تا این ویدیو چکنیا تنش این تنش ها هست. هم داور خودش رو راحت میکنه، هم فدراسیون خودش رو راحت میکنه، هم بازیکن هیچ موقع اعتراض نمیکنه، هم مربی اعتراض نمیکنه، چون همه میدونن که هر تصمیمی که گرفته شده درسته، بعدن چک میشه. درسته. امیدوارم این اتفاق بیفته آقای خطیبی. خیلی خیلی به نظرم لازمه تو این هفته داریم میبینیم. امیدوارم شما هم آرامش کنار زمین اون برخورده ممکنه تماشاگرها رو تهیج بکنه، یه اتفاقات بدتری رو رقم بزنه، تیمتون عصبی بکنه، کمکاتون همینطور. ممنون ازتون، براتون آرزو موفقیت میکنم. الان میتونیم داوریتون رو ببینیم.